سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به فرند نیوز 53 که همراه نیلوفره. نادر هستم، خوشبختم. چیکار میکنی؟ من یه تعویض شد، تعویض در تیم فرند نیوز شد. شماره دو از همه خارج بازیشان. خیلی خوش آقا افتخاری. خواهش میکنم، خواهش میکنم. من سلام میکنم به فریم نیوز سوم از 53 فریم. دقیقا. یعنی خوش اومدین. بریم با هم ببینیم چه خبر بود هفته پیش. دقیقا. خب بزن اخبار سینمایی این هفته رو با نگاهی به لیست نامزدهای اسکار امسال که بالاخره اعلام شدن شروع کنیم. دقیقاً. اولین نکته‌ای که تو این لیست به چشم میاد حضور پررنگ‌تر روما به کارگردانی آلفونسو کوارونه. فیلمی که تو مراسم‌هایی مثل گلدن گلوب به خاطر قوانین خاص برگزاری اونا نتونست تو قسمت‌های زیادی نامزد بشه، ولی تو اسکار نادر 10 تا نامزدی ارزشمند به دست آورد. 10 تا واقعاً برای نتفلیکس یه موفقیت. تو قسمت بهترین کارگردان سال کوارون، خب برای فیلم روما لانتیموس یونانی، برای فیلم The Favorite اسپایک لی، برای فیلم بلک کلنزمن که خیلی هم ترکوند و خیلی هم فیلم خوبی بود، آدام مکی برای فیلم وایس با نقش آفرینی کریستیان بیل که بازم از اون نقشای معروفشه، و پاولیکوفسکی لهستانی برای فیلم کولد وار نامزد دریافت جایزه شدن. ممنونم. ولی هر چقدر که رقابت تو اون بخش شدید، اکثر تحلیلگرا از همین حالا شانس اصلی دریافت اسکار بهترین بازیگر زن سال رو گلن کلوز، اولیویا کولمن و یا لیدی گاگا میدونن. تو قسمت بهترین بازیگر مرد سالم که تقریبا این حرف رو نداریم و بعضیا میگن بهتره همین الان اسکار رو تقدیم رامی مالک برای نقش آفرینی درخشانش تو فیلم بوهمیان رپسودی بکنیم تو نقش بعد. ببینیم که حالا اسکار هم که امسال اصلا ترکونده، ببینیم چی میشه. با اینکه لیست کامل نامزدهای اسکار 91 تو تمامی بخش‌ها میتونید تو زوم جی مطالعه کنین، ولی بذارین نامزدهای مهمترین جایزه سال، یعنی بهترین فیلم رو هم بهتون بگیم. نامزدهایی که پارسال تعدادشون از 10 به 9 رسید و امسال هم شاهد کاهش تعداد اونا به عدد 8 هستیم. همونجوری که یک میشه دیگه، 5 تا سال دیگه. بلک کلنزمن، بلک پنتر و هر چی که توش بلک داره، ببخشید در واقع بوهمیان رپسودی، د فیوریت، گرین بوک، رومای آلفونسو کوارون، استار بورن و البته وایس، فیلمایی هستن که یکی از اونها قرار مجسمه طلایی رنگ اسکار رو به خونه ببره. من واقعا دوستم بلک کلنزمن ببره، حتی یک کمی اسکار امسال بهتر بشه. دقیقاً. مراسم اسکار امسال از ساعت 4:30 دقیقه بامداد 6 اسفند به وقت تهران قابل رؤیته، در برگزار میشه. خسوف مگه. طرفداری ادگار رایت، کارگردان فیلمایی مثل شان آف د دد و بیبی درایور، گوش به زنگ باشن که احتمالاً به زودی اخبار تازه‌ای درباره پروژه سینمایی بزرگ بعدی رو میشنویم. بله، این اثر که هنوز اطلاعات خاصی دربارش نداریم، یه فیلم تو ژانر وحشت روانشناختی و دلهره آوره. همچنین این فیلم توی لندن جریان داره و از تابستون امسال فیلم برداری شروع میشه. مثل که بعد از گت اوت دیگه همه کارگردان شروع کردن این فیلمای روانشناختی اینجوری بسازن. اما به به چی شده؟ چرا به به؟ بله، حتی بپرسین چرا بهبه که پرسی داستان از این قراره که کمپانی برنامه وارنر خیلی سوسکی تاریخ دقیق اکران فیلم بعدی جناب آقای کریستوفر نولان رو اعلام کرد. فیلمی که تهیه کننده‌اش از اون به عنوان یه ایونت فیلم یاد کرد. حالا ایونت فیلم چیه؟ اصطلاح ایونت فیلم اصولا یعنی فیلمی که اکرانش به تنهایی خودش یه اتفاق مهم محسوب بشه، یعنی یا بلاکباستر با بودجه خیلی زیاده، یا دنباله یه مجموعه سینمای پرطرفدار، یا مثلا گروه بازیگراش پر از ستاره‌های سینمایی معروفه. اما چرا به به؟ چرا؟ میدونم این الان میدونم. چون این فیلم در تاریخ جمعه 27 تیر ماه سال 1399 شمسی، همون 17 جولای 2020 میلادی اکران میشه. تو همون ماهی از سال که همه فیلم‌های نولان به جز اینترستلر و به دارک نایت تون اکران شده. یعنی در حقیقت یک سال و نیمه دیگه تقریبا. کمپانی‌های مختلف ساخت دنباله از فیلم‌های موفقیت آموزشون تو گیشه رو تایید کردن. تو جدیدترین اخبار سینمایی هم مطلع شدیم که کمپانی پارامونت پیکچرز و برادران وارنر به ترتیب از شروع مراحل ساخت قسمت دوم بامبل بی و آکوامن گفتن. فیلم‌هایی که هم با منتقدا دوستش شده، هم بیننده ها. گفته میشه که هر دو این دنباله‌ها رو احتمالاً کارگردانای فیلم‌های اصلیشون می‌سازن. بله. سونی پیکچرز هم که همین تازگی‌ها با تایید قسمت دوم ونوم شرح و بست دادن دنیای سینماییش رو شروع کرده بود، تاریخ اکران فیلم موربیس از همین دنیای سینمایی مرتبط با مرد عنکبوتی رو اعلام. ولی ونوم موفق نشد. هرچند اون دو تا موفق شدن. فیلم مستقل شخصیت آنتاگونیست و ضد قهرمان موربیوس، خوناشام زنده که جرد لتو رو به عنوان بازیگر اصلیش داره، برای اکران تو تاریخ 31 جولای 2020 یعنی 10 مرداد 99 برنامه‌ریزی شده. آقا تابستون 99 چه خبره؟ چه خبره؟ دقیقاً. دو تا خبر کوتاه هم از مجموعه محبوب سری و خشن. اول اینکه فیلم برداری فست اند فریس 9
به کارگردانی جاستین لین به زودی تو لندن شروع میشه. دوم همین که وین دیزل بازیگر شناخته شده این مجموعه که اصلا مو هم نداره اعلام کرد که در آینده نزدیک مراحل ساخت یه فست اند فیوریس فرعی جدید با محوریت شخصیت زن کلید. من نمیدونم چقدر ظرفیت داره. چیکار داره؟ اصلا من چقدر ظرفیت داره؟ اساسشون بردارین بهتره. حالا که صحبت دنباله‌ها شده، فیلم‌های اصلی و فرعی متعلق به مجموعه سینمای مختلف به راهه. اینم بشتنین که مطابق شایعه‌هایی که پشت هم هی پررنگ‌تر میشه، فیلم بلک ویدو با بازی اسکارلت جانسن اولین فیلم دنیای سینمای مارول با درجه سنی بزرگ. چه عجب. آره چه عجب. بالاخره مارول رضایت داد. بر اساس این شایعه ها مارول قصد ساخت یه فیلم از دنیای سینماییش با درجه سنی بزرگسال رو داره و از اونجایی که بلک ویدو یکی از کم خرج ترین پروژه های آیندهش به حساب بیاد، ترجیح داده ریسک ساخت یه فیلم با این درجه سنی رو به گردن اون بندازه. کاش کی لوگان این کارو میکرد. البته لوگان هم آر بود. نه لوگان مال چون اون برنامه بود. یه خبر ویدیو گیمی تلویزیونی جذاب. به نظر میاد که شبکه نتفلیکس داره سریالی بر اساس مجموعه بازی های محبوب رزیدنت ایول میسازه. سریالی که هنوز ساخته شدنش به صورت 100% تایید نشده، ولی گفته میشه قرار مثل بازی اصلی تو ژانر سروایوال هورر طبقه بندی بشه و از اون مهمتر توی طولانی مدت حکم یه پیش درآمد برای ساخت فیلم های تازه مجموعه رو. آخه چه خبری؟ چه خبری قشنگی؟ حالا باید ثبت کرد و دید دقیقاً که آیا این سریال مثل اقتباس ویدیو گیمی دیگه اون یعنی کسلوینیا تو جذب مخاطبا موفق میشه یا مثل 99% لایو اکشن های دیگه‌ای که از روی بازی ویدیویی ساخته میشن چطور با مغز میخوره زن. بله من اشتباه کردم، لوگان واسه همین اصلا من منظورم اینه که موفق شد. بارش دائمی سریال تلویزیونی هر روز پای بازیگرای بیشتر به محصول جدید شبکه‌های معروف مثل شو تایم و اچ بی او و نتفلیکس اینا باز میشه. به تازگی هم اعلام شده که کیت وینسلت بازیگر سرشناس هالیوود که جوایز اسکار، گلدن گلوب، امی و گرمی رو تو کارنامه‌اش داره، قراره تو سریال میر اف ایست تاون از شبکه اچ بی او نقش آفرینی کنه. بله بعد از دیگه اون شارپ آبجکت و اینا. بله وینسلت تو این سریال نقش یه مأمور رسیدگی به قتل محلی رو داره که زندگی شخصیش هم همچی آروم به نظر نمیرسه. با توجه به استقبال بالای تماشاگر و منتقدا از سریال دیگه اچ پی او با ستاره های سینمای از جمله شارپ آبجکتس و بیگ لیتل لایز و همین اخیراً هم ترو دیتکتیو با بازی مارشال علی. بله. از همین حالا انتظارات همه از میر اف ایست تاون بالا رفت. دقیقاً همینطوره. چند تا خبر کوتاه هم بگیم و پرونده اخبار سینما و تلویزیون خارجی رو ببندیم. مایکل گندلفینی پسر جیمز گندلفینی فقید قرار نقش دوران جوانی تونی سوپرانو معروف رو تو فیلم پیش درآمد سریال سوپرانوها با نام The Many Saints of نیو آرک ایفا کنه. فارغ از اون فیلم سینمایی لایو اکشن تاماجری هم تو فصل تابستون جلو دور میره. خدایی واقعا آخری رو بخیر کنه. اولین تصاویر رسمی فیلم وانس اپان ا تایم این هالیوود هم که همین حالا دارین اونا رو میبینین تو طول هفته گذشته منتشر شد. همون فیلمی که لئوناردو دیکاپریو، براد پیت، آل پاچینو و مارگون رابی بازیگرشون خیلی 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 مورد انتظار. واقعا. خیلی خوب بشنوین از سینما تلویزیون ایران که این هفته بیشتر اخبارش به صحبت‌های انتقادی مربوط میشه. بله، فریدون جیرانی که یه سریال هم اخیراً داره به تازگی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت که اثبات وارد شدن پول‌های مشکوک به شبکه نمایش خانگی وضعیت محصولات این گروه رو به هم ریخت. فریدون جیرانی با اشاره به اثبات فساد مالی محمد امامی و شرایط پیش اومده برای بودجه سریال شهرزاد گفت که الان ذره‌بینی که روی محصولات شبکه نمایش خانگی قرار داده شده و میخواد از ورود دوباره چنین پولایی به اون جلوگیری کنه داره تاثیرات منفی بیشتری هم رو اون میذاره. بله تازه آقای پرویز پرستویی بازیگر معروف کشورمون هم با اعتراضاتی تند از وضعیت جشنواره فجر امسال انتقاد کرد. چرا؟ گفتش که ایشون گفت از نحوه انتخاب فیلم‌ها توسط هیئت داوران تا زمان‌بندی پخش آثار مختلف مواردی هستند که پرستویی به اونا اعتراض جدی داشت. خیلی هم جدی اعتراض کرده. آره. ایشون اعتقاد داره که با این جنس از بی‌نظمی‌ها و تلاش‌های بی‌معنی برای محدود کردن تعداد فیلم‌های جشنواره تو هر سال نمیشه به جایی رسید و ابراز امیدواری کرد که از سال بعد شاهد چنین مواردی نباشیم. آقای پرستویی. خب آخرین خبر هم که فعلا فقط در حد یه شایعه است و مخالفا و موافقای خاص خودش رو داشته، به این برمیگرده که احتمال خیلی زیاد مسعود فراستی قرار مجری ثابت سری جدید برنامه 7 با جای محمد حسین لطیفی بشه. بله دقیقاً اخبار این هفته هم تموم شد. نادر کلی هم خبر بود بیشتر اسکار و البته ایران هم خیلی شلوغ بود شده سر جشنواره. دقیقاً. آره و مرسی که با ما بودید. لذت دیگه. بخش بود واقعا. بله همچنین همیشه اجازه دکتر شما لذت همیشه هست. خیلی هست. غلام ادب. غلام.
بچه ها مثل همیشه هاتون چی ببینیم آخر چیز؟ مثل همیشه این هفته هاتون این تریلر داریم، تریلر بازیگرنویس فارسی اختصاصی از سریال آمبرلا آکادمی با بازی الن پیج که چند روز دیگه از نتفلیکس فصل اولش پخش میشه. سریال سوپر هیروییه، بعد ببینیم چی میشه. خب پس ما خدافظی کنیم بچه ها، برن تریلر ما خدافظی کنیم، شما برن تریلر رو ببینین، ما میریم دیگه. از خب من میریم. پس تا هفته بعد و فریم نیوز بعدی، خدافظ. In October 1989, 43 women around the world gave birth. How much do you want for it? I have adopted 6 children. Gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. Does anyone wish to speak? He was a monster. Everything about our family is insane. It always has been. I jumped forward and got stuck in the future. Do you know what I found? Absolutely nothing. When's it supposed to happen? In 8 days. Oh, shit. There's someone out there who's trying to stop me from preventing the apocalypse. We need the full force of the Academy. Bingo. Get up. We're going. Where? Save the world. Oh, is that all? سالورد گلن کلوز، اولیولیا تازگی با انتقال از شرایط اقتصادی کشور گفت که اسپاد ما اسپات کنه اسپات و میخواد از ورود درباره دوباره